صبحتان بخیر. شما بیننده ادامه برنامه صبح و زندگی از شبکه جهانی آریانا هستین و خدا کنه صبح بسیار زیبا و دلنگیز را تا این دم تجربه کرده باشین. روز یکشنبه است و طبق معمول در روزهای یکشنبه همکار بسیار خوب ما احد جان سروش با خبرهای تازه از دنیای ورزش در برنامه صبح و زندگی با ما میباشن که فعلا هم خوشبختانه سروش عزیز در کنار ما است. سروش سلام، صبحت بخیر و بسیار خوش آمدی به برنامه. سلام به شما و سلام به تمام هموطنان عزیز. آرزو میکنم که یک شنبه خوبی را آغاز کرده باشن و انشالله که همیشه بخندن و شاد باشن. بسیار تشکر، انشالله که خودت هم صبح بارانی بسیار زیبا آغاز کرده باشی. سلامت. والا امروز روز جالب بود، اما یکم از بس ما در فکر صحت و سلامتی نیستم. متاسفانه وضعیت فضای کابل چندان مناسب نیست. آها، واقعاً آلودگی یک اندازه زیاد شده. آلودگی به شدت زیاد است. بله بله، این بارندگی بعضاً سبب میشه که هوا یک ذره صافتر شود و خوب است که یک اندازه فضا را مساعد میسازه به خاطر تنفس هوای پاک. کاملا. خوشحال هستم خودت از صحتمند میبینیم سروش عزیز. چه خبرهای تازه در دنیای ورزش؟ اتفاقات بسیار هم خوشایندی در جهان ورزش رخ میده، هم متاسفانه اتفاقات تلخی. رقابت‌های چهار روزه جام احمد شاه عبدالی در ولایت کندهار در جریان هست با حضور تیم‌های زون‌ها، که 6 تیم حضور پیدا کرده و رقابت‌ها جریان دارد. دیروز بوست و اسپینغر با هم روبرو شدند که اسپینغر بیش از 800 دوش انجام داد و قبل از اون اگر تصاویرم داشته باشم خوبتر هست از جریان همین رقابت. عکسایی داریم که این جریان رقابت در کندهار در حال برگزاری هست. آب و هوا کاملا در اونجا مساعد هست اونجا و ننگرهار. در ننگرهار تمرینات تیم 19 سال است، اما در اینجا رقابت های احمدشاه عبدالی در جریان هست که بازی هایش را هموطنان ما میتونن دنبال بکنن. بسیار عالی. بازی های کرکت هست. خب در ادامه هم در مورد ورزش MMA، مردم افغانستان بسیار علاقه دارن که مسابقات MMA را بدارن. من هفته قبلی با عبدالعظیم بدخشی در مورد رویداد MMA که در 10 دسامبر برگزار میشه در هند صحبت کردیم. اما بله، جاوید بشارت یک از افغانهایی است که شاید کمتر مردم بشناسن و چهره نامی که به تازگی وارد دنیای UFC وارد UFC شده و در مبارزات آزاد با 11 پیروزی کامل و بدون شکست فعلا در جایگاه خوبی هست و سومین افغان هست که در UFC رقابت میکنه. خیلی عالی. سیار بهادرزاده اول بود، دومین ورزشکار منصرت حق پرست و سومین هم جاوید بشارت هست. سیار بهادرزاده فعلا از مبارزات آزاد خداحافظی کرد، اما با عنوان مربی کار میکنه. و سیار بهادرزاده اما بیاید داخل استودیو. اما در مورد نصرت حق پرست باید بگیم که نصرت حق پرست همچنان فعال هست، در رویدادهای مختلف در UFC رقابت میکنه و جاوید بشارت اما در ماه مارچ اولین رقابت خود را انجام خواهد داد که در 2022 برگزار میشه و در 205مین شب از مسابقات UFC برابر حریف خود وارد رنگ خواهد شد، وارد کیج خواهد شد و در اون رقابت ببینیم که جاوید بشارت اولین مسابقه خود را چگونه سپری میکنه. برابر جونز آمریکایی رقابت میکنه. جونز یکی از رکورددارهای رقابتی در دنیای حرفه‌ای MMA هست و کسی که تجربه کامل داره، اما جاوید بشارت کسی است که میتونه حریف واقعا جدی برای او باشه و میتونه خود را در اولین گام محک بزنه جاوید بشارت تا بتونه در رویداد بعدی پیشتر بره و نتیجه موثرتر و بهتر بگیره. لحظات قبل هم حفیظ جان امیری گزارشی که داشت، رقابت های لیگ بی کابل در جریان هست و بازی هایی که انجام میشه. لیگ بی تقریبا نزدیک به بیشتر از 2 ماه هست که در کابل در حال برگزاری است در ورزشگاه قاضی و این رقابت ها هم دنبال میشه. انشالله که بتونیم یک امیدواری داشته باشیم که دوباره رو به عملکرد بهتر فوتبالی برگردیم. بسیار عالی، واقعا خبرهای بسیار جالب بود از تازه های ورزش که با ما و بیننده شریک کردی. ولی سروش عزیز، در آخر هم بزن انتقادهایی وجود داره به خصوص در رشته ورزشی فوتبال افغانستان. میشه بگی که دلیل این انتقادها چه هست و چرا بیشتر انتقادها صورت گرفتن؟ جالب است که اتفاقات از روز شروع شد پس از بازی اندونزیا و افغانستان که از طریق آریانا نشر شد. بعض کمی و کاستی های فدراسیون فوتبال و برخی موارد مصطفی مهرزاد قلم زد که این موارد قابل انتقاد هست و پس از اون هم بازیکنان فوتبالی که به تیم ملی گاهی دعوت شده بودن گاهی نشده بودن، من نام بگیرم مثل کاوش قیدری، روحید سمندری، جمیل نصیری و دیگر چهره ها، اینا انتقاد کردن به شدت از مورد
اولا از ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان و پس از او هم مستقیما روی انوش دستگیر. انوش دستگیر سرمربی افغانستان کسی است که در هلند زندگی میکنه و تجربه تدریسی یا بگم آموزشی دانشگاه یوهان کرویف داره، اما فعلا روی مواردی که به عنوان سند ای مربیگری یوفا بسیار بالاست اونا را داشته باشن و پس از او پرو لیسنس را میگیرن که سند پروفشنال میشه، او سند را باید داشته باشن که مربیگری بکنن. همین مورد قابل انتقاد هست برای انوش تسکیر که بازیکنان حتی در برنامه دنیای ورزش ما پنج شنبه این مورد را دنبال کردیم که روز جمعه بینیدای ما هم از آریانا دیدن هم از آریانا نیوز و در صفحات اجتماعی هم پخش شده که میتونید دنبال بکنید. بله. ما هم فدراسیون فوتبال انتقاد کردیم هم بازیکنان هر دو مورد، چرا که ما باید بی‌طرفی خود حفظ کنیم. واضحا اینا روی مورد سند مربیگری انوش تسکیر بیشتر انتقاد میکنن که بازیکنان افغانستان به عنوان یک سمبولیک دعوت میشه به تیم ملی و در اونجا هم نباید سمبول باشن، باید حداقل تمرین خوب داشته باشن، بازی بکنن، ولی میگن انوش تسکیر با اینا خوب برخورد نمیکنن و همین موارد. پس از اون هم صحبت ها بسیار جدی شد، ویدیویی که ما آپلود کردیم از برنامه دنیای ورزش بسیار مورد البته انتقاد قرار گرفت فدراسیون فوتبال. اما در آخرین مورد که امروز من دنبال کردم، علی اسکر لعلی سابق در فدراسیون فوتبال افغانستان مسئولیت داشت، فعلا در آلمان به عنوان مربی کار میکنه و با فدراسیون فوتبال آلمان رسما فعالیت داره، اونا انتقاد کردن و سند ای مربیگری که در برنامه دنیای ورزش رونمایی شده بود از آقای انوش تسکیر همین مورد انتقاد قرار داد که این سند ای مربیگری برای تیم بزرگسالان نیست، برای تیم جوانان هست که قابل استفاده هست، نه برای تیم بزرگسالان. حالا باید سرمربی تیم ملی و تیم باشگاهی رده اول باید سند ای را که داره باید سند یوفا پرو را هم داشته باشه. بله. سند پرو به معنی لاسانس پرو را که داشته باشه به عنوان کسی است که میتونه مربیگری کنه، اما با سند ای که فعلا انوش تسکیر داره، این صحبت های من است، حرفی است که علی اسکر لعلی نوشته. میگه که با این مورد میتونه تنها به عنوان اسیستانت مربی سرمربی باشگاهی و سرمربی تیم اصلی باشه و در کنارش تیم جوانان یک کشور یا باشگاه را میتونه که به عنوان سرمربیگری دنبال بکنه. اما انتقادهایی هم هست که اسناد به فدراسیون کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه شده و فیفا ارائه شده که سند پروی آقای انوش تسکیر در جریان هست، سند ای خود در 2018 به 8 اگست گرفته در 8 اگست و این در 2020 این موارد را ارائه کردن که ما هنوز هم انوش تسکیر اینا فدراسیون فوتبال گفته که باید به عنوان سرمربی باشه ما قبول داریم. این موارد حالا قابل مورد انتقاد قرار گرفته و به شدت در صفحات اجتماعی دنبال میشه که آرزومندیم که این موارد پایان پیدا کنه و ما شاید دوباره یک دستگی تیم ملی باشیم. البته هر کسی که دروغ میگه امیدوارم که چهره شناسایی شو بتونیم که ببینیم این طرف یا اون طرف کدامش راست میگه که ما به او به حقیقت دست پیدا کنیم و شاهد دوباره سهمگیری بازیکنان ما باشه، این دوباره قوی شدن تیم ملی باشه. خب قسمی که خودت هم گفتی اسناد وجود داشته که او اسناد در برنامه ورزش خودت رونمایی شده دامل. بود و پس از او بعض انتقادها و بعض موافق بودنها و مخالف بودنها پیدا شده. حالا مگر اسناد دیگه وجود داشته باشه میشه با خودت شریک بسازن که پس از او از طریق برنامه شریک شوه با هموطنان ما کمی سوء تفاهم ها بالاخره حل شوه و از بین بره. ان شاء الله ما هم تلاش خدا میکنیم که در برنامه دنیای ورزش روی همین موارد بپردازیم تا بتونیم خوبترین ها را از بدترین ها جدا کنیم تا مردم بشناسن و من صادقانه بگم که در تلاش همین مورد هستم و بسیار سپاسگزار هستم از همکارای ما. دیروز هم یما سعیدی مهمان ما بودن در برنامه که مشتنی که قهرمان اروپا شد از افغانستان 28 ساله و در دنیای مشتنی حرفه‌ای حالا حرفی به گفتن داره و کسی که سه کمربند اروپایی داره، دو کمربند اینترنشنال و اینترکانتیننتال هم داره که مسابقه بعدش هم روی کمربند اینترکانتیننتال خواهد بود. بسیار خوب. و در آخر هم سروش عزیز بر ما از رویدادهایی که قرار است در این هفته اتفاق بیفته در دنیای ورزش میشه کوتاه بر ما بگی. درست. بازی دربی تهران بسیار مورد علاقه مردم افغانستان است، بازی استقلال و پرسپولیس که دیروز برگزار شد و این بازی با نتیجه 0-0 و پایان رسید، دربی که در فوتبال برگزار شد و بازی های لیگ برتری هم جالب بود. دیشب چلسی که قهرمان اروپا است با نتیجه 3-2 به وست هام باخت در خانه وست هام. اما در بازی های لالیگایی بازی هایی که انجام شد دیشب رقابت جذاب بود که تیم رئال مادرید توانست رئال سوسیداد را در صدر جدول شکست بده 2-0 با گل هایی که لوکایوویچ و وینی زدن، اما
بارسلونایی که وضعیت چندان خوبی نداره با ژاوی اول شکست خود را در لالیگا تجربه کرد و برای آل بتیس 1-0 باخت. بسیار تشکر میکنم از حضور خودت سروش عزیز از اینکه خبرهای بسیار جالب و تازه را در دنیای ورزش با ما و هموطنان ما شریک کردید. انشالله که هموطنان ما و کسایی که علاقمند ورزش هستند بیننده برنامه ورزش از خودت هستند همه روز ساعت 4 از آریانا نیوز. بسیار تشکر از شما و از همه هموطنان ما همکاران عزیز که در برنامه هستید. سلامت باشی، وقت خوش برات میخوایم. از شما هم قلبا سپاس بیننده های عزیز.